سرخط خبرها. وزیر دفاع روسیه: گروه‌های تروریستی در افغانستان فعال‌تر شدند. موضع ایران در قبال نشست دوحه: نگاه به مسائل انسانی نباید جنسیت زده شود. نبرد تاریخی بین پشتون‌ها و تاجک‌ها آغاز شد. شارگ هندوکش قطع می شود. مشروع خبرها: شرکت کنندگان نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تروریسم تأکید کردند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در نشست وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای گفته است که گروه‌های تروریستی در افغانستان فعال‌تر شدند و حضور آنها در این کشور تهدید اصلی برای کشورهای همسایه به ویژه آسیای مرکزی است. وزیر دفاع روسیه همچنین تأکید کرده است که این گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنند که افکار فروتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گسترش دهند. او از سازمان همکاری شانگهای خواسته است که موضوع افغانستان را در دستور کارش قرار دهد. او گفت گروه‌های افراطی متعددی که در قلمرو افغانستان مستقر شدند تهدید اصلی هستند و افکار و تلاش‌های خود را در جمهوری‌های همسایه ترویج می‌کنند. تنها کمک‌های جامعه بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند تدابیر را برای غلبه بر چالش‌هایی که افغانستان به تنهایی با آن مواجه است تسهیل کند. نشست وزیران دفاع کشورهای سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در دهلی نو برگزار شد. این نشست بر مسائل چون همکاری‌های چند جانبه، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تمرکز داشت. هند که میزبان این نشست بود، از اعضای این سازمان خواست که با مشارکت هم در برابر نیرومند شدن گروه‌های تروریست در منطقه مبارزه کنند. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در مورد خطر رادیکالیزه شدن جوانان در این منطقه هشدار داد و تأکید کرد که هر کشوری که به تروریست‌ها پناه بدهد نه تنها دیگران را به خطر مواجه می‌کند بلکه برای خود نیز تهدید جدی به وجود می‌آورد. او تأکید کرد رادیکال شدن جوانان نه تنها از منظر امنیتی نگران کننده است بلکه مانع بزرگ در مسیر پیشرفت اجتماعی اقتصادی و جامعه محسوب می‌شود. مهمترین اولویت ما باید مقابله مؤثر با هراس‌افگنی باشد. موضع ایران در قبال نشست دوحه: نگاه به مسائل انسانی نباید جنسیت زده شود. کاظمی قومی گفت که جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه سخنگوی یک جهت خاص نخواهد شد. حسن کاظمی قومی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به نشست دوحه و بس به رسمیت شناختن طالبان میگوید که نگاه سازمان ملل متحد به مسائل انسانی نباید جنسیت زده شود. کاظمی قومی در گفتگوی با خبرگزاری صدای افغان در کابل گفته است که موضوع اکثر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در مورد حق آموزش و حقوق اجتماعی زنان و دختران مشخص است، اما ما از نحو اجرای رویکردهای یک جانبه از سوی دولتهای بزرگ و سازمانهای جهانی سخت و سریع انتقاد داریم. این دیپلمات ایرانی در مورد نشست دوحه که قرار است بر محور افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود میگوید که موضع ایران در نشست دوحه مبتنی بر درک عمیق واقعیات و الزامات است که منافع مردم و حکومت افغانستان در آن مستتر است و سخنگوی یک جهت خاص نخواهیم شد. مسعود در پارلمان اتریش: دنبال اسلحه و مهمات نیامدم، مردم حمایت سیاسی نیاز دارند. اعضای پارلمان اتریش گفتند ضمن ارائه کمک‌های بشردوستانه به گزینه حمایت از نیروهای دموکراتیک در افغانستان نیز توجه شود. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز پنجشنبه همراه با جمعی از اعضای جبهه مقاومت ملی و همینطور منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش در پارلمان این کشور حضور یافت و با شماری از نمایندگان احزاب مختلف این کشور ملاقات کرد. احمد مسعود در سخنرانی‌هایش در این ملاقات به نمایندگان مجلس اتریش گفت: من اینجا به دنبال اسلحه و تجهیزات نظامی نیامدم. مردم ما بیشتر از هر چیزی به حمایت سیاسی نیاز دارند. ما می‌خواهیم که کشورهای اتحادیه اروپا به وضعیت اسفبار افغانستان توجه جدی بکنند. مسعود در ارتباط با عملکرد طالبان طی 20 ماه سلطه بر افغانستان، وضع محدودیت‌های شدید از طرف این گروه علیه زنان، گسترش فقر و بیکاری در نتیجه سیاست‌های طالبان، حمایت طالبان از گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان و تهدیدهای احتمالی برای این کشورهای منطقه و جهان که ناشی از سلطه طالبان است، اطلاعات را ارائه کرد. مسعود گفت مردم افغانستان و جهان توقع داشتند که طالبان با پایان دادن به ظلم و توحش با جریان‌های مختلف سیاسی در افغانستان مذاکره و مصالحه کنند، اما با گذشت 20 ماه این اتفاق نیفتاد و طالبان همچنان به سیاست ظالمانه خود ادامه می‌دهند.
مسعود تصریح کرد که هرچند بحران افغانستان برای بسیار از کشورها دیگر در اولویت نیست، اما غفلت در زمینه کمک به حل بحران افغانستان خطرات بزرگی را در پی دارد. رزاق مامون، امپراتوری کوهستانی تاجک ها، شرح ژئوپلیتیک پس از سقوط جمهوری، شارگ حیاتی آسیا حوزه هندوکش است. اکنون نبرد تاریخی پشتون و تاجک بر سر گردنه های راهبردی هندوکش هاست. کلید پیروزی در دست تاجکان قرار دارد. گذرگاه های شمال شارگ حیاتی همه کشورهای همسایه است. هر نیرویی که بر هندوکش ها اصطلاح یافت حکومت تعیین می کند. گزارش بود از رزاق مامون، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. آیا دنیا طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟ این روزها همه جا سخن است احتمال به رسمیت شناسی رژیم طالبان از سوی دنیا است. هیچ خبر در این روزها با پیمانی سخن رسانه ها و شبکه های اجتماعی را درگیر خود نساخته است. البته شناسایی و عدم شناسایی طالبان از سوی دنیا سخن تازه نیست. از 24 اصل سال 1400 که طالبان به قدرت برگشتند تا این دم این سخن در محور توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار داشته است. چیزی که سبب شد این سخن بار دیگر و با رنگ و لعاب دیگر از نو مطرح شود. اظهارات امین محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که چند پیش از تدویر نشست به رهبری سرمنشی سازمان با عضویت نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان در آینده نزدیک خبر داد که به قول او اعطای مشروعیت بین المللی به طالبان محوری ترین بحث این نشست خواهد بود. او در اظهارات خود بر ضرورت تداوم سیاست تعامل با طالبان تاکید کرد و آن را راهگشا پنداشت. آمنه محمد گفت که تعامل با طالبان این گروه را به پاسخگویی در قبال اعمالشان وادار خواهد کرد. این اظهارات برای بسیاری به ویژه نیروهای مخالف طالبان تکان دهنده و غیر قابل انتظار بود، چون از آدرس نهاد مدرسه شد که شعار تامین حقوق بشر و حقوق زن سرلوحه کار آنها را می‌سازد. با توجه به این پیش گفته، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دنیا طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا خیر؟ شماره 1. توافق نظر میان قدرت‌های بزرگ وجود ندارد. مهمترین موانع فراری شناسایی طالبان فقدان تفاهم میان قدرت‌های بزرگ به سر این مسئله است. اگر قرار بر شناسایی طالبان باشد، گام اول را در این خصوص قدرت‌های بزرگ برخواهند داشت. مراد از قدرت‌های بزرگ کشورهایی هستند که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردارند. تا این دم که دیده می‌شود توافق نظر میان این کشورها در خصوص شناسایی طالبان وجود ندارد. قدرت‌های بزرگ طالبان را به مثابه یک تومه می‌بینند و هر یک به این تومه چشم طمع دوختند و می‌خواهند بیشترین سهم را به خود بردارند بیان که از اینه بپردازد. جنگ اوکراین و داغ شدن بحران تایوان در این روزها از محورهای اختلاف میان قدرت‌های بزرگ به شمار می‌روند. تمرکز قدرت‌های بزرگ فعلا روی این دو بحران به ویژه اوکراین است و شناسایی طالبان برای این کشورها مسئله اصلی نیست. می توان گفت تا زمانی که پرونده بحران اوکراین بسته نشود، پرونده بحران افغانستان برای رسیدگی روی میز قدرت‌های بزرگ قرار نخواهد گرفت. بحران اوکراین و تایوان تنش‌ها میان قدرت‌های بزرگ را افزایش داده و این کشورها را از دست یافتن به توافق واحد در خصوص شناسایی طالبان دور نگه داشته است. برای نمونه روسیه از نزدیک شدن طالبان با ایالات متحده و متحدان غربی آن شدیدا نگران است. مسکو فکر میکند که مبادا طالبان به ابزار در دست این کشورها برای خلق دردسر علیه روسیه تبدیل شود. از این رو تا این دم سیاست تعامل با طالبان را راگشا پنداشته است. همین طور ایالات متحده و متحدان غربی آن نزدیکی طالبان به قدرت های منطقه را نمیتوانند به خوشی برتابند و به تلاش به خرج میدهند تا فاصله میان طالبان و این کشورها محفوظ بماند. نتیجه این می شود تا زمانی که قدرت های بزرگ برای شناسایی طالبان پیشگام نشوند، کار از دست قدرت های کوچک بر نخواهد آمد. اگر قدرت های کوچک پیشگام شوند، نتیجه ای را که انتظار دارند به دست نخواهند آورد. برای نمونه در دور اول سلطه طالبان اگر یکی از قدرت های بزرگ این گروه را به رسمیت می شناخت، این شناسایی به سه کشور پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی محصور و منحصر نمی ماند و دامنه و وسعت بیشتر پیدا می کرد. 2. طالبان به مطالبات دنیا تمکین نمی کنند. دنیا به رایگان طالبان را به رسمیت نمی شناسد، چون شناسایی بین المللی متعین نیست که رایگان به طالبان داده شود. امروزه شناسایی بین المللی یکی از عناصر سازنده دولت ها به شمار می رود. برخی از نظریه پردازان عنصر شناسایی بین المللی را در عرض سایر عناصر سازنده دولت، یعنی حکومت، حاکمیت، سرزمین، جمعیت قرار می دهند.
دنیا شناسایی طالبان را مشروط به شرایط کرده است، از جمله ایجاد حکومت فراگیر، تامین حقوق زن و حقوق بشر، سرکوب تروریسم، تأمین آزادی رسانه ها، پرهیز از گرفتاری و شکنجه خودسرانه، احترام به تکثر و تنوع در همه حوزه ها و غیره. طالبان تا این دم هیچ یک از مطالبات دنیا را برآورده نساختند. بهتر از بگویم که نه تنها برآورده نساخته، بلکه به گونه سیستماتیک نقض هم کرده است.